سلام بر شما خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت من فریبا شیرازی هستم در این برنامه به آخرین تحولات گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک خواهیم پرداخت از تصمیم پارلمان عراق برای تشکیل جلسه و تلاش نمایندگان آن برای حل بحران این کشور خواهیم گفت نگاهی خواهیم داشت به مقاله هفته گذشته روزنامه واشنگتن پست و حضور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در عراق و در گزارشی به افزایش میزان درگیری های خیابانی و نزاع‌های مسلحانه در جمهوری اسلامی میپردازیم. میسان بختیاری نیز نگاهی کرده به افزایش آوارگان سوری و ضرورت کمک رسانی فوری به آنها. با ما همراه باشید. مذاکرات وین با هدف نگارش متن و رسیدن به توافق جامعه بر سر برنامه هسته ای ایران در حال ادامه مییابد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از توافق 50 درصدی با غرب خبر داده است در همین حال وزیر امور خارجه فرانسه میگوید در این خصوص روسیه مواضع متفاوتی با غرب اتخاذ کرده آقای فابیوس درباره ماهیت این اختلاف ها توضیحی نداده. دیپلماتهای های غربی اما گفتند طرف های مذاکره در کاهش اختلافات میان خود توفیقی به دست نیاوردند. در ششمین روز از گفتگوهای هسته ای ایران و گروه پنج به علاوه یک دور دیگری از این مذاکرات با حضور عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون در وین برگزار شد. هدف از این گفتگوها نگارش پیشنویس توافق نامه جامعه هستهی یا همان برنامه اقدام مشترک است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با یکدیگر گفتگو کردند. ظریف در پاسخ به این سال که هفت روز گذشته را چگونه ارزیابی می کند گفت به هر حال همه این دیدارها به نزدیک کردن موازه کمک می کند. اینکه من بخواهم بگویم در این مدت توانسته این مشکلات اساسی را رفع کنیم این اتفاق هنوز نیفتاده است اما بر روی متن همکارانم به ویژه معاونین دو طرف مذاکره کننده از طرف ما آقایان عراقچی و روانچی و از طرف مقابل خانم شمیت کار قابل توجهی کردند وی گفت من در پایان دور گذشته اظهار کردم که تعداد پرانتزها بیشتر از تعداد کلمات متن است اما الان می توانیم بگوییم که شاید نزدیک به 50 درصد متن مورد توافق باشد که البته این به آن معنا نیست که ما روی نقاط اختلافی به نتیجه رسیده ایم ظریف در پاسخ به این سوال که دوازده روز به پایان ضرب اجل باقی مانده است فکر می کند در این مدت بتوان به نتیجه رسید و همچنین اخبار حاکی از آن است که وزرای پنج به علاوه یک اواخر همین هفته در وین حاضر خواهند شد افزود من احساس می کنم که اگر وزرای خارجه تصمیم بگیرند به وین بیایند برای رسیدگی به موضوعات نهایی نیست بلکه برای این است که از آخرین تحولات اطلاع حاصل کنند ظریف ادامه داد قبل از ورود آنها حتما مذاکرات بسیار فشرده ای خواهیم داشت و بعد از ترک وین از سوی آنها هم مذاکرات ادامه خواهد یافت تا اینکه نزدیک به روزهای آخر ببینیم کار ان الله به توافق میرسد یا اینکه نیاز از تصمیم دیگری گرفته شود در رویدادی دیگر هم علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز سهشنبه 17 تیر ماه درباره گمان زنی ها پیرامون تعداد سانتریفوش و میزان قنیسازی مورد نیاز به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت نیاز ما برای یک فاصله زمانی مورد توافق یعنی هشت سال آینده برای تأمین سوخت سالانه نیروگاه ها بسیار بیشتر از این است تا بتوانیم پس از اتمام قرارداد با روسیه سوخت نیروگاه بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران و راکتور عراق را تامین کنیم رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه سو مخفف واحد کار جداسازی اورانیوم سبک از سنگین و تعریف نیاز غنیسازی است ادامه داد نیاز غنیسازی را بر اساس تعداد ماشین های سانتریفوژ تعریف نمی کنند بلکه بر اساس واحد آن یعنی سو تعریف می کنند صالحی تصریح کرد بر اساس برنامه اقدام مشترک ژنو ما باید نیاز عملی کشور به غنیسازی را تعریف می کردیم که این نیاز برای تأمین سوخت نیروگاه اتمی بوشهر راکتور تحقیقاتی تهران و راکتور عراق حدوداً 190 هزار سوست. و درباره تعداد ماشین های سانتریفوج نیز گفت اینکه 190 هزار سو معادل ماشین سانتریفوج خواهد بود بستگی به نوع ماشین های سانتریفوج دارد. در خبری دیگر مرتبط با وین شش وزیر امور خارجه فرانسه میگوید که در جریان مذاکرات هفته گذشته بر سر برنامه هسته جمهوری اسلامی روسیه موازه متفاوتی با غرب اتخاذ کرده است لوران فابیوس در نشست کمیته امور خارجی مجلس فرانسه اظهار داشت با وجود آنکه تاکنون گروه پنج به علاوه یک متفق القول بودند روزهای گذشته یک سری اختلافات راهبردی مشخصی میان نمایندگان روسیه و سایر اعضا رخ داده است ولی در روزهای گذشته یک سری اختلافات راهبردی مشخصی میان نمایندگان روسیه و سایر اعضا رخ داده است به گزارش خبرگزاری فرانسه وی به مسائل مورد اختلاف میان طرفین اشاره نکرد ولی در عین حال گفت که ما خواهان تداوم یک پارچگی گروه پنج به علاوه یک هستیم آقای فابیوس همچنان اظهار داشت که هیچ یک از مسائل اصلی در گفتگوهای میان جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک مورد توافق قرار نگرفته است و ایالات متحده آمریکا از وزیران امور خارجی این گروه خواسته است تا به مذاکرات وین بپیوندند. مذاکراتی که از دوم ژوئیه در ژنو آغاز شد به منظور خاتمه دادن به بنبست اتمی جمهوری اسلامی و مکتوب کردن سند نهایی توافقنامه اقدام مشترک است که طی آن به طور خلاصه جمهوری اسلامی نسبت به تأمین نظر و کسب اعتماد جامعه بین الملل در مورد غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ایش اقدام عملی خواهد کرد و در مقابل جامعه بین الملل نسبت به برداشت تحریم‌های اقتصادی و برقراری روابط سیاسی و اقتصادی عادی با جمهوری اسلامی گام برخواهد داشت مهدی الحافظ سخنگوی موقت پارلمان عراق از تشکیل جلسه پارلمان این کشور امروز یک شنبه خبر داد. اعضای پارلمان عراق قرار است درباره بحران در این کشور پس از حمله گروه تروریستی داعش و انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس جدید مجلس به توافق برسند. در همین حال دولت عراق میگوید تروریست های داعش به تسلیحات شیمیایی دست یافتند. خبرگزاری آساد شتت پرس گزارش داد دولت عراق به سازمان ملل متحد اطلاع داده است که گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش کنترل یک مرکز بزرگ تسلیحات شیمیایی را در شمال غرب بغداد در دست گرفته است به گفته مقام های عراقی در این مرکز 2500 راکت مجهز به عامل مرگبار سارین همراه با انواع دیگر تسلیحات شیمیایی نگهداری میشد علی الحکیم نماینده عراق در سازمان ملل متحد روز شنبه در نامه ای به بانکیمان دبیر سازمان ملل متحد نوشته است که گروه تروریستی داعش در 21 خرداد ماه وارد این مرکز شده و به تسلیحات و تجهیزات موجود در آن دست یافته است در این نامه به طور مشخص تاکید شده است که گروه اسلامی داعش به انبارهای 13 و 41 دست یافته که طبق گزارش سال 2004 بیلادی سازمان ملل متحد ماده شیمیایی سیانید سودیوم در آن نگهداری میشد. از سیانید سودیوم در ساخت نوعی از عامل شیمیایی به نام تابون استفاده می شود گلوله های توپ حامل گاز خردل نیز در این انبارها نگهداری می شده است. در همین حال و در پی افزایش فشارها بر رهبران سیاسی عراق جهت تشکیل یک دولت جدید پارلمان عراق خبر داد که تصمیم دارد اوایل هفته آینده تشکیل جلسه دهد. به گزارش خبرگزاری آسو شترپرس برنامه اولیه پارلمان عراق این بود که جلسات خود را پس از پنج هفته تعطیلی برگزار کند اما با افزایش انتقادها مهدی الحافظ رئیس مجلس عراق روز سهشنبه با انتشار بیانی گفت که پس از در نظر گرفتن منافع ملی تصمیم بر این شد که جلسه بعدی به جای دوازدهم اوت روز یک شنبه آینده بیست دوم تیر ماه برگزار شود. رئیس مجلس عراق هشدار داد که هر گونه تأخیر در تشکیل یک دولت جدید امنیت عراق و دموکراسی را به خطر خواهد انداخت و رنج و مصیبت مردم عراق را بیشتر خواهد کرد. او همچنین از تمامی احزاب رقیب خواست تا به مسئولیتهای خود عمل کنند و با کنار گذاشتن اختلافات به جنگ تروریسم رفته و عراق را به مسیر دموکراسی بازگردانند. طی روزهای اخیر با ادامه پیش نیروهای دولت اسلامی عراق و شام داعش در مناطق مختلف عراق فشارها بر سیاستمداران عراقی برای تشکیل دولتی که بتواند با نیروهای داعش و گروه های مرتبط با آن مقابله کند افزایش یافته است نمایندگان پارلمان عراق هفته گذشته نخستین جلسه خود را از زمان انتخابات آوریل برگزار کردند اما در این جلسه موفق نشدن در مورد انتخاب رئیس جمهور نخست وزیر و رئیس جدید مجلس به توافق برسند. اطلاف قانون به رهبری نوری المالکی توانست بیشترین کرسی های پارلمان را در انتخابات ماه آوریل در بین گروه های عراقی به خود اختصاص دهد اما از زمان اوج گرفتن شورش داعش فشارهای داخلی و خارجی برای کنارگیری آقای المالکی از قدرت افزایش یافته است منتقدان معتقدند که نوری المالکی نخست وزیر عراق گروه های غیر شیعی را به اندازه کافی در حکومت مشارکت نداده است به رغم درخواست گروه های سیاسی برای کنارگیری نوری المالکی وی روز جمعه سیزه تیرما گفت که از نامزدی برای یک دوره دیگر نخست وزیری کنار نخواهد رفت حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز 15 تیر گفت که تهران به انتخاب مجلس عراق احترام می‌گذارد، حتی اگر نامزد آن شخصی غیر از المالکی باشد وی در گفتگو با شبکه عرب زبان العالم تاکید کرد اگر آقای المالکی به عنوان نخست وزیر معرفی شود و این توافق در داخل عراق حاصل شود ما از آن قویا حمایت میکنیم آیت الله علی سیستانی با نفوذترین مرجع تقلید شیعیان در عراق و جهان روز ششم تیر ماه از رهبران سیاسی عراق خواسته بود که برای تشکیل دولت جدید در این کشور با هم متحد شوند و تا روز سهشنبه رئیس جمهوری نخست وزیر و رئیس مجلس جدید را انتخاب کنند. یک روز پیش از آن جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز از عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی خواست تا عراق را به تشکیل دولتی فراگیر تشویق کنند. گفتنی است مخالفان سنی، شیعه و کرد نگران هستند که سر آقای المالکی برای ماندن در سمت خود عراق را به سمت تزیه قومی و ای ببرد. آنها آقای المالکی را به سیاست های انحصار طلبانه و فرقگرانه متهم می کنند و می گویند آقای المالکی مسئول وضعیت کلونی عراق است و صلاحیت نخوص وزیری را ندارد. هفته گذشته روزنامه واشنگتن پست در مقاله این نوشت اشتباه محاسباتی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران را به مرحله خطرناکی رسانده است به نظر نویسنده این مقاله حل مسئله داعش در هر حالت برای ایران یک بازی باخت باخت است جمهوری اسلامی اگرچه رسما موضوع کمک نظامی و گسیل سپاه قدس به عراق را تکذیب کرده اما بر اساس اسناد و گزارش رسانه های معتبر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به همراه تجهیزات نظامی در عراق به سر می دیوید اگنشز در مقاله‌ای در واشنگتن پست منتشر کرده و در آن به قدرت رسیدن داعش در عراق را نه تنها معلول اشتباهات آمریکا بلکه نتیجه اقدامات قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی در سوریه و عراق دانسته است. به گزارش دویچه وله وی به انتقاداتی که درباره عملکرد آمریکا در عراق مطرح می شود اشاره کرده و نوشته است اکثر تحلیل هایی که درباره موقعیت کنونی عراق ارائه می شود بر اشتباهات آمریکا و خطرات بالقوه که این اشتباهات برای منافع آمریکا دارد متمرکز شده اما ما باید کوتاه نظری ملی ما را کنار بگذاریم و به این نگاه کنیم که اتفاقاتی که اخیرا روی داده چه معنایی برای جمهوری اسلامی دارد کشوری که 900 کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد و به شدت مایل است هجمونیش را در آنجا تقویت کند این تصویری خوشحال کننده نیست اگنشز به نقل از دریک هاروی که سالها تحلیلگر امنیتی عراق بوده و در حال حاضر استاد دانشگاه فلوریدای جنوبی است اقدامات قاسم سلیمانی در عراق و سوریه را مسبب سوق دادن سنی ها به سمت تندروی دانسته است هاروی برخی از اشتباهات سلیمانی را اینگونه برشمرده است او فرصتهایی را برای اقدامات اعتدالآمیز از دست داد اقداماتی که می منافع ایران را حمایت کند همکاری او با گروه های تندرو در سوریه منجر به تشدید بحران در این کشور و گسترشان به عراق شد امتناع او از همکاری با گروه های میانرو در عراق و نزدیکی به نوری المالکی زمین ساز به وجود آمدن یک دولت یا خلافت اسلامی در عراق شد اگنشه زردامه مقاله خود ادامه میدهند که از دید جمهوری اسلامی برقراری خلافت اسلامی در شمال غربی عراق و مرز سوریه یک فاجعه است. جمهوری اسلامی برای مقابله با این حرکت نیروهایی را که در خاک عراق دارد به منظور متوقف کردن پیشرفت سنی ها به سمت فرودگاه بغداد بسیج کرده است. به نظر مقاله نویس واشنگتن پست ایرانی ها شاید فروپاشی ارتش عراق که از سوی آمریکا تعلیم دیده بود هستند و در نتیجه به سمت شبه شیعه که توسط قاسم سلیمانی تعلیم دیدند چرخش پیدا کردند اما این دلگرمی دادن به شبه شیعه فقط ظرفیت استفاده از خشونت را بیشتر می کند خشونتی که نتیجه آن دو قطبی شدن بیشتر منطقه و قویتر شدن خلافت اسلامی است دیوید اگنشز پیامد فاجعه بار دیگر اقدامات قاسم سلیمانی برای ایران را تسریع پروسه استقلال کردستان از عراق در حکومت داعش دانسته است. پس از سقوط شهر موسل و تکرید نیروهای کرد سریعا به سمت غرب رفتند تا از کرکوک و چاهای نفت آن حفاظت کنند. بلا فاصله مسعود بارزانی اعلام کرد که برای استقلال کردستان از عراق رفراندوم برگزار خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل نیز قبلا اعلام کرده بود که از تشکیل کردستان مستقل حمایت می کند. تشکیل یک کشور مستقل کرد میتواند منجر به بالا گرفتن احساسات ناسیونالیستی کردهای ایران شود که حداقل ده درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند و این میتواند باعث بروز ناآرامی های منطقه ای در ایران شود. بهترین شانس برای نگاه داشتن کردستان به عنوان بخشی از عراق کم کردن قدرت شیعیان در دولت آینده فدرال عراق است و این حقیقتی تأسفوار برای قاسم سلیمانی است اگر قرار باشد حکومت داعش از طریق حمله نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی سرکوب شود بهترین راه تقویت موازه سنی ها و طرفداران عربستان سعودی در عراق است و این یک بازی دو سرباخت برای قاسم سلیمانی است در پایان مقاله واشنگتن پست هم آمده که رویدادهای اخیر نشان داده که قاسم سلیمانی باید از امیدش برای تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک قدرت شیعه ایرانی در منطقه ای که عمدتا از سوی عرب سنی اداره می شود دست بکشد قاسم سلیمانی فرماندی سپاه قدس واحد برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از زمان حمله آمریکا به عراق در منطقه برای ایران ما می میکند چندی قبل ساندی تایمز و برخی دیگر از رسانه ها فاش کردند که او به همراه 67 مشاور ارشد نظامی ایران به عراق سفر کرده و همکنون فرماندهی عملیات نیروهای عراقی را عهدهدار شده است. بر اساس گزارش این رسانه سلیمانی سلاحهای سبک و نیمه سنگین، موشک و تیربارهای سنگین و مقدار قابل توجهی مهمات نیز به همراه خود به عراق برده است. در ادامه سیاست های سخت نظام جمهوری اسلامی علیه شهروندان دبیر کل انصار حزب الله از ادامه فعالیت گشت های سیار موتوری این گروه خبر داد. در همین حال محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری از قصور نیروی انتظامی در برخورد با روزخاران انتقاد کرد و گفت نظام اسلامی فقط مسئول رسیدگی به زواهر مردم نیست. کارگروه سازماندهی مد و لباس کشور که از زیر مجموعه های معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، هم داستان و هماهنگ با کمیسیون فرهنگی مجلس و نیروی انتظامی تهاجم سازماندهی شده تازه ای را علیه مزونهای مستقل شهروندی و نمایش غیرقانونی مد در خانه ها آغاز کرده است. این تلاش ها در جهت همسانسازی لباس ایرانیان مطابق با شعونات اسلامی شکل گرفته و عرصه های سیاست، هنر، ورزش و زندگی اجتماعی ایرانیان را در بر می گیرد. در همین راستا حمید قبادی که به حکم علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد در بهمن ماه سال گذشته به ریاست کارگروه سازماندهی مد و لباس کشور منصوب شده خبر داد که وزارت ارشاد مزونها را به دو گروه مولد و غیر مولد تقسیم کرده مزونهای مولد مجوز فعالیت دارند مزونهای غیر مولد بدون مجوز ارشاد در زمینه تولید مد و لباس فعالیت می کنند به گفته رئیس کارگروه سازماندهی مد و لباس پس از رایزنی های وزارت ارشاد با کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی زمینه فعالیت مزون ها در چارچوبی که وزارت ارشاد مقرر کرده گسترده تر شده است. حمید قبادی از مزون های غیرقانونی خواسته که برای ایجاد مؤسسه مد و لباس از وزارت ارشاد درخواست مجوز کنند. او گفته است قطعا اگر کسی از ما مجوز مؤسسه مد و لباس بگیرد می تواند از همه امکانات و فرصت ها بر اساس ضوابط قانونی کشور استفاده کند ما نیز توصیه می کنیم تمامی مزونداران به صورت قانونی به فعالیت خود ادامه دهند در رویدادی دیگر مرتبط با سخت گیری های مداوم حکومت بر مردم محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری از قصور نیروی انتظامی در برخورد با روزخاران انتقاد کرده و گفته نظام اسلامی فقط مسئول رسیدگی به زواهر مردم نیست. آقای منتظری افسوده ما از قصور نیروی انتظامی در مورد عدم برخورد با تظاهر به روزخاری گلای مندیم. این روحانی محافظگار اضافه کرده تظاهر به روز خاری و سکوت در مقابل آن برای جامعه شیعی و ولایی ما غیر قابل توجیه است و مسئولان در صورت قصور در برخورد با این پدیده باید جوابگو باشند. وی همچنین گفته فراموش نکنیم که در نظام اسلامی حکومت فقط مسئول بهداشت و نان مردم و رسیدگی به زواهر زندگی آنان نیست بلکه وظیفه توجه به زندگی معنوی آنان را نیز عهدهدار است. و در رویداد مرتبط دیگری هم عبدالمجید محتشم دبیر کل انصار حزب الله از ادامه فعالیت گشت های سیار موتوری این گروه خبر داد و گفت که فعالیت این گشت در راستای امر به معروف و نهی از منکر است به گزارش خبرگزاری ایسنا دبیر کل انصار حزب الله گفت این گشت فعالیتشان در حد لسانی است و تلاش دارند که بازدارنده باشند البته اگر جایی شاهد منکری سازماندهی شده و گونه باشیم کار فردی صورت نمیگیرد و با اتکاب مسئولان زیراب اقدام عملی انجام می شود. پیش از این سایت انصار حزب الله از فعالیت اولین گروه های گشت های موتوری امر معروف و نهی از منکر در پارک ها مراکز خرید و معابر از روز یکم تیر ما خبر داده بود این سایت خبر داده بود که این گشت ها با قدرت ادامه پیدا می کند و به نقل از یکی از شرکت کنندگان نوشته بود که هر گونه قصد هنجار شکنانه با پاسخ سختی از سوی اللهی ها روبرو خواهد شد. عبدالمجید محتشم دبیر کل انصار الله اعلام کرده که برای فعالیت این گشت ها نیازی به مجوز نیست و در عین حال گفته است این موضوعی نیست که دستگاه های قانونی از آن بیخبر باشند. روحانیون حاکم بر ایران سال هاست که از احکام اسلامی تفاصیلی گسترده ارائه می کنند که برخی از این تفاصیل به زندگی خصوصی مردم نیز وارد شده است. حسن روحانی چندی پیش در انتقاد از این وضعیت گفته بود حکومت نمی تواند با زور و شلاق مردم را به بهشت ببرد که این جمله با خشم گروهی از محافظ کاران تون رو مواجه شد. هفته گذشته در پی یک درگیری مسلحانه در حومه اهواز دو نفر کشته و هفت نفر مجروح شدند. این حادثه در پی دعوای دو کودک بر سر دمپایی رخ داد. ماه پیش نیز در جریان یک اختلاف ملکی در رام هرمز هفت نفر کشته شدند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید در حال حاضر هزار پرونده در پیوند با جرائم خشن در آگاهی وجود دارد در هفته های گذشته درگیری های بر سر مسائل کم اهمیت قربانیان زیادی گرفته است. عواسط خرداد ماه امسال حدود 50 نفر بر سر تخلیه نخاله ساختمانی در یک منطقه حاشیه‌ای تهران با چاقو و قمه به جان هم افتادند. به گزارش خبرگزاری مهر اسماعیل احمدی مقدم ضمن طرح شماره پرونده جرایم خشن گفت که از این میان عاملان 80 درصد پرونده های جرایم خشن بین 7 تا 14 روز کشف می شوند. این مقام مسعود درباره مجرمانی که برای رفتن به زندان برنامه ریزی می کنند گفت مجرمان پورو و حرفه ای در کشور داریم که باید فکری به حال این افراد شود چرا که این افراد اگر دستگیر نشوند و به زندان نروند روزگارشان نمیگذرد. این افراد کارشان این است که دستگیر شده و به زندان بروند و کشور باید فکری به حال این افراد بکند. چندی پیش حسن موسوی رئیس انجمن مددکاری اجتماعی در پنجمین همایش ملی آسیب های پنهان به بالا رفتن آمار جرم و آسیب های اجتماعی مختلف در سطح کشور اشاره کرده و گفته بود در حال حاضر و بر اساس آمارهای موجود به ازای هر صد هزار نفر در کشور 800 نفر وارد زندان می شوند که نگران کننده است. در همین حال روزنامه کیهان از وقوع یک درگیری مسلحانه در کوت عبدالله یکی از منطقه های قدیمی در جنوب غربی اهواز خبر داده است کوت عبدالله از پرجمعیت ترین مناطق عرب نشینه هومه مرکز استان خوزستان محسوب می شود و تا سال 91 در محدوده شهرداری منطقه پنج اهواز قرار داشت مطابق گزارش ها درگیری مسلحانه در این منطقه صبح روز شنبه رخ داده است در زمستان 1391 به تصویب هیئت دولت وقت، کوتا عبدالله با چند روستای دیگر ادغام شد و شهرستان کارون نام گرفت. روزنامه کیهان به نقل از یک شاهد عینی درباره علت وقوع این حادثه نوشت: جمعه شب در حاشیه مراسمی که در کوت عبدالله برگزار شد، دو کودک حاضر در این مراسم بارسال مالکیت دمپایی با هم درگیر شدند. به گفته این شاهد عینی درگیری بر سر دامپایی جمعه شب بالا گرفت و در ادامه این نزاع پدر یکی از دو کودک با به دست گرفتن سلاح کلاشینکوف به خانه طرف مقابل آمد. آنگونه که در گزارش کیهان آمده با شروع تیراندازی توسط پدر این کودک ادی از ساکنان محل به خیابان ریختند که دو نفر آنها بر اثر اصابت گلوله کشته و هفت نفر دیگر مجروح شدند. پایگاه خبری اصر احواز هم گزارش داد مراسمی که درگیری از آنجا آغاز شد در حسینیه سجادیه واقع در کوی مسلم کوته عبدالله برگزار شده و هر دو خانواده ای که با هم درگیر شدند از یک تایفه بودند. خبر نزاع مسلحانه در کوت عبدالله در بسیاری از رسانه های محلی خوزستان منعکس شده اما تا کنون اطلاعات دقیق از جزئیات درگیری در دست نیست. مطابق برخی گزارش ها زارب پس از تیراندازی خود را به پلیس معرفی کرده است. شماره دیگری از رسانه ها از دخالت نیروی انتظامی و دستگیری زارب خبر دادند. در ماه های گذشته درگیری های خشونت آمیز بر سر مسائل کم اهمیت قربانیان زیادی گرفته است. میانه خردادماه حدود پنجاه نفر بر سر تخلیه نخاله ساختمانی در یک منطقه حاشیهی تهران با چاقو و قمه به جان هم افتادند. اردی بهشت ماه امسال نیز عدهای زیادی در یکی دیگر از محله های جنوبی تهران بر سر جای پارک خودرو با چاقو و قمه با هم درگیر شدند. در این زد و خورد چند نفر به شدت زخمی و چهارده نفر بازداشت شدند. خبرگزاری فارس هم تیر ماه امسال از درگیری خونینی در رام هرمز گزارش داده بود که در جریان آن به خاطر اختلاف بر سر مالکیت یک ملک 62 متر مربعی هفت نفر جان خود را از دست دادند بنابر این گزارش در نزاع مسلحانه که حدود یک ماه پیش در رام هرمز رخ داد دو نفر از قربانیان پس از برگبار بستن پنج نفر توسط پلیس کشته شدند در همین حال و به دنبال افزایش نزاها در ایران مقامات جمهوری اسلامی از روحندازی کلینیک که خشب خبر دادند. بهمن بهمنی مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان ایران در این رابطه گفت نخستین کلینیک کنترل خشم پس از عید در یکی از مناطق شهر تهران راه اندازی می شود. به گزارش روزنامه اعتماد بهمنی گفته است این کلینیک ها به آموزش کنترل خشم میپردازند. وی افزود خدمات ارائه شده در این کلینیک ها به آموزش عمومی و خدمات کلینیکی تقسیم می شود و آموزش های عمومی به صورت کارگاهی برگزار می شود و میزان پرداختی مراجعه کنندگان بسیار کم و در حد رایگان است. کارشناسان میگویند مردم به دلایل گوناگون دچار استرس هستند و مشکلات اقتصادی با تمام زیر مجموعه هایش یعنی گرانی، بیکاری، زندگی چند شغلی برای تامین هزینه ها و موارد بسیاری دیگر به درگیری و دعوا در خیابان ها می انجامد. مسئولان سازمان پزشکی قانونی ایران چندی قبل گزارش دادند که آمار پرونده های ثبت شده برای نزا در سه ماهه اول سال جاری خورشیدی 165365 مورد بوده است. کل آمار مربوط به سال 1391 برابر است با 617358 پرونده. آوارگان سوری از کشورهای مسلمان خواستند که در ماه رمضان کمکهای خود را از آنان دریغ نکنند. طی ماههای گذشته کاهش کمکهای انسانی به این آوارگان وضعیت آنها را وخیمتر کرده است. میسان بختیاری از ترکیه گزارش میدهد. چهارمین ماه رمضان در سوریه پس از نارامی ها در این کشور در حالی آغاز شده که وضعیت آوارگان سوری و مناطق جنگ زده همچنان وخیم و نگران کننده هستش به ویژه کاهش کمک های انسانی در ماه های اخیر وضعیت آوارگان رو بغرنج هم کرده از جمله در این رابطه آقای احمد زبیر دبیر کل ترکمنان سوریه گفته که سوری ها به دلیل کاهش کمک ها و سپری کردن ماه رمضان با مشکلات زیادی روبرو هستند ایشون گفتن ما در بسیاری مناطق حتی از تامین مایحتاج اولیه مانند آب، دارو، غذا و چادر ناتوان هستیم می دونیم به دلیل بمباران های بی وقفه ارتش اسد به مناطق روستایی و به ویژه استفاده مکرر از بمب های بسیاری از مردم غیر نظامی سوریه ناچار شدن خانه و زندگی و کسب و کار خودشون رو رها بکنن و به مناطق امتر این کشور پناه ببرن آقای زویر در همین رابطه به وضعیت آوارگان سوری در مناطق اطراف لازقیه اشاره میکنه و میگه که 50 هزار آواره سوری ساکن روستاهای اطراف لازقیه نیاز فوری به کمک های مانند آب و آشامیدنی دارو غذا و چادر دارن ایشون گفتن از جهان اسلام تقاضا داریم که کمک های خودشون رو در ماه رمضان از آوارگان سوری دریغ نکنند اما در همین رابطه یعنی موضوع کمک رسانی به آوارگان سوری دو روز پیش آقای جاستین گرنینگ وزیر رشد بین‌المللی انگلستان همراه با هیئتی از شهرک کانتینری منطقه اونچوپینار ترکیه دیدن کردن ایشون در ملاقات با مقامات ترکیه قول کمک و یاری رسانی به آوارگان سوریه ساکن ترکیه رو دادن و گفتن دولت او در این زمینه به پناهندگان سوریه ساکن ترکیه کمک مالی خواهد کرد بارها میدونیم دولت ترکیه اعلام کرده که میزان کمک های کشورهای خارجی به آوارگان سوریه ساکن در ترکیه بسیار ناچیز بوده در حالی که این کشور به تنهایی در طی مدت حدود 2.5 میلیارد دلار در این زمین هزینه کرده ولی خب تامین هزینه نزدیک به یک میلیون آواره سوری در ترکیه آن هم به تنهایی از سوی این کشور غیر ممکن هستش به این موضوع هم اشاره بکنیم که سازمان ملل متحد طرح کمک رسانی فوری به پناهندگان سوری رو در سال 2014 مطرح کرده بر اساس این طرح شمار پناهجویان سوری در خارج از این کشور تا پایان سال 2014 میلادی به بیش از 3.5 میلیون نفر خواهد رسید و تخمین زده شده در طی این مدت تعداد این پناهندگان در ترکیه از مرز یک میلیون نفر هم بگذره حتی روز جمعه گذشتم سخنگوی صندوق بین المللی کودکان یونیسف اعلام کرده که در حال حاضر بیش از 6.5 میلیون کودک سوری در این کشور به کمک مستقیم کشورهای خارجی وابسته هستند متاسفانه ایشون عنوان کردن دو مشکل عمده این کودکان در واقع دارن یکی مسئله آموزش اونها و دیگری مسئله تامین آب آشامیدنی هستش در همین رابطه هم کمیساره عالی سازمان ملل متحد از کشورهای یاری دهنده به مردم سوریه خواسته از طرح کمک سه میلیارد دلاری به پناهندگان سوریه ساکن در ترکیه، لبنان، عراق و مصر حمایت بکنند. طرحی که آنطور که گفته شده بر همه وعده ها که از سوی این کشورها صورت گرفته تنها 37 درصد اون تامین شده. از ابتدای نارامی ها در سوریه بیش از 160 هزار نفر از مردم غیر نظامی در این کشور به دست رژیم بشار اسد کشته شده و بالغ بر 7 میلیون نفر از مردم این کشور آواره شدند. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما را می توانید در وبسایت ما با آدرس ایران فردا دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانه facebook.com slash ایران فردا با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. منتظر شما هستیم. تا برنامه دیگر شاد و سربلند باشید.